سلام علیکم محسنین عزیز، خوش آمدین به مضمون شبکه دو، فصل اول، لکچر دو، استاد پوهنیار عبدالله عزیزی. خب، قسمی که با شما معلوم است، فصل اول ما راجع به اینترنت و ساختمان از بود. در فصل اول ما قبلا در لکچر یک تعریف خواندیم، تعریف اینترنت، اجزای اینترنت، و حالی میاییم به ساختمان اینترنت بس میکنیم. اینترنت استرکچر یا ساختمان اینترنت. ساختمان اینترنت به صورت عموم به صورت هایرارکی کلمه باشد. اگه ما عمومی بس کنیم، یعنی به صورت شجره‌ای. شجره‌ای مفهوم از این را میرسانه که به سطح‌های مختلف تقسیم شدن. خوب قبلا ما خوانده بودیم که اینترنت مکمل از سه نوع کمپانی ساخته شده. ISP تیر 1، تیر 2 و تیر 3. در قسمت بالای بالا ISP تیر 1 قرار دارد. و یک ISP تیر 1 شامل یا وصل کننده چندین دو نه ISP تیر 2 است. بعد از او یک ISP تیر 2 میتونه چندین دو نه ISP تیر 3 را وصل کنه. یا به عبارت دیگر اگر ما به دیگر شکل بگوییم، در داخل یک کشور ISP تیر 3 شهرهای از او کشور با هم دیگر وصل میکنن. وقتی که این کشورها با هم دیگر وصل میشه با ISP توسط ISP تیر 2 و همچنان بستتی دیگه، وقتی که در داخل چندین کشور با همدیگه در یک قاره وصل میشن، اگر ضرورت باشه که قاره ها با همدیگه وصل شوند، ISP تیر 1 ضرورت است. از این خاطر ما این شکل را میگیم شکل هایرارکیکال یا سیستم شجره ای. خب در اینجا یکی از مثال های ISP است. ISP علاوه از اینکه شهرها را وصل میکنه، نقطه مهمی دیگه به خاطر ISPE است که مناطق دوردست اگر ما وصل کنیم، مثلا اگر ما شهر پلخمدی را در نظر بگیریم، با دانه غوری چطور اینترنت ما ببریم، یا مثلا با کلگه چطور اینترنت ببریم، و مقسم اطراف های دیگه و مناطق دوردست دیگه از شهر. ISPE ها معمولا یک POP میسازه. خود POP یا Point of Presence یک بخش کوچک از ISPE است. در اونجا وسیله مهم معمولا راوترها می باشن که به خاطر ازی است که شبکات مختلف از کستومرها و یا خانه ها با همدیگه وصل کنن. بعد از او Point of Presence یا POP های مختلف با همدیگه یک جای میشن و با ISP اصلی ما وصل میشه. ESP به می شکل با ISP دیگه وصل میشه تا ای که شهرها را وصل کنن. خب من قبلا سوال کرده بودم که مناطق دوردست چطور ما به اینترنت وصل میکنیم و یا ISP چطور به اینترنت وصل میکنن. در هر منطقه POP یا Point of Presence میسازن. به خاطر وضاحت بیشتر بحث دیگه ما بالای ISP devices میباشن. البته قبلا گفته شده بود که ISP ها کمپانی هایی هستن که به مردم اینترنت توزیع میکنن و خدمات اینترنتی را میدن. ISP ها کدام وسایل استفاده میکنن؟ خود ISP یک شبکه یا یک نتورک از اینترنت است که شامل اینترنت میباشه. ISP از وسایل مختلف استفاده میکنن. یک نوع وسایل از اینا به نام Access Devices یاد میشه. Access Devices او وسایل هستن که مشتری ها به یک ISP وصل میشن. خب بعض از مثال ها را داریم در اینجا. DSL AM یکی از وسایلی است که به خاطر وصل کردن کستومر ها استفاده میشه. اگر در سایت کستومر یا در بخش کستومر ها به خاطر کنکشن DSL استفاده شوه، ISP از DSL AM استفاده میشه. DSL یعنی Digital Subscriber Line. اینا یک نوع مودم هستن که توسط از این مودم کستومر ها با هم دیگه میتونن وصل شوه. خب DSL AM قابلیت از این داره که چندین دونه DSL ها با هم دیگه وصل کنن. مثال دیگه در این قسمت به نام CMTS یاد میشه یا Cable Modem Termination System. این وسیله وسیله است که کستومرها را وصل میکنه در وسط مودم. اگر کستومرها از مودم استفاده کنند که با استفاده از کیبل باشه، اون مودم ها از کیبل استفاده کنند، از وایرلس نه، ISP از CMTS استفاده میکنند. یعنی به صورت خلاصه بگوییم که یک CMTS قابلیت از این داره که چندین داره کیبل مودم باش کنکشن میکنه یا کستومری که از کیبل مودم استفاده میکنه اونا را وصل کنن. خب بعضی از مودم های دیگه همچنان در ISP استفاده میشه.
اگر کستومرها از تلفن های دایل اپ استفاده کنند، آی اس پی از مودم استفاده میکنند. همچنان اگر کستومرها از با استفاده از سیگنال وصل شوند، یعنی با استفاده از کیبل وصل نشن، از سیگنال وصل شوند، در سایت آی اس پی یا بخش آی اس پی وایلس بریج استفاده میشن. یعنی یک وایلس بریج باعث از این میشه که بر چندین آنه کستومر کنکشن به تحت توسط سیگنال. بخش دیگه از وسایل در آی اس پی ها به نام باردر گیت وی راوتر سوت میشن. این راوتر ها بسیار راوتر های قوی هستن و معلومات بین شبکه های بسیار قوی و بین چندین آی اس پی تبادله میکنن. توسط باردر گیت وی راوتر یک آی اس پی میتونه با آی اس پی دیگه وصل شوه، میتونه با آی ایکس پی وصل شوه یا با بزنس های بزرگ وصل شوه. علاوه از این که آی اس پی ها خدمات اینترنتی را بر کستومر ها فراهم می سازه، اینا میتونن بعضی از سرویس های دیگر را داشته باشن. به خاطر از این سرویس ها آی اس پی ضرورت داره که در داخل شبکه خود از سرور ها استفاده کنن. یعنی یک بخش وسایل دیگر در آی اس پی عبارت از سرور ها می باشه. یک آی اس پی میتونه خدمات ایمیل بده، آی اس پی میتونه خدمات وب بده، آی اس پی میتونه بر کستومرای خود خدمات فایل بده و غیره خدمات دیگره. خب آی اس پی ها همچنان از پاور کاندیشنینگ اکویپمنت استفاده میشه. به خاطر از اینکه از وقفه زمانی برق جلوگیری شوه، اینا میتونن از جنریتر استفاده کنن، میتونن از یو پی اس استفاده کنن و انواع بیتری های مختلف دیگه میتونن استفاده کنن. به خاطر از اینکه وقت اگر برق بره وسایل خاموش میشه و خیلی وقت میگیره پس دوباره این سیستم آی اس پی فعال شوه. به این خاطر که اینا کسومارای خود دست نتن و خدمات بهتر داشته باشن، از وسایل برقی یا پاور کنیشنینگ سیستم یاد میشه که معمولا بیتری ها هستن اینا و همچنان میتونه جنریتر باشه و غیر چیزای دیگه. علاوه از این وسایل به یک حرارت مشخص ضرورت دارن. وسایل اگر گرم بیاین میسوزن و در یک محیط گرم نمیشه که وسایل به مدت معین خود استفاده شود. از این خاطر مثلا اگر ما سرور در نظر بگیریم یا راوتر را در نظر بگیریم یا باردر گیت وی راوتر یا اکسس دیوایس، تمام از این ضرورت به این دارن که سرد باشن و با یک حرارت خوب یا بهتر کار کنن، گرم نبین. آی اس پی ها میتونن که از ایر کندیشن ها استفاده کنن تا اینکه حرارت از این وسایل بتونن کنترل کنن. علاوه از این آی اس پی میتونه از نمد استفاده کنه، از خاطر جلوگیری نم. البته دوستای عزیز، خود نم همچنان یا رطوبت همچنان بالای وسایل تاثیر داره و وسایل باعث از این میشه که درست کار نکنه یا بسوزه وسایل. از این خاطر از نمد استفاده میکنیم. خب آره، با سیستم های پیشرفته یا کمپانی های بزرگ مثل کمپانی گوگل خودش یک آی اس پی بسیار بزرگ میباشه وسط جهان، اونا به خاطر کنترل حرارت علاوه از میتونن آب استفاده کنن. الماری های است که دور از اونا پایپ داونی شده آب حرکت میکنن و به خاطر جذب حرارت استفاده میشه و حتی الماری های خود از چوب میسازن تا ای که حرارت کم تولید شوه. نقش آی اس پی و مسئولیت های یک آی اس پی چی است؟ اگه ما آی اس پی را یک کمپانی در نظر بگیریم به صورت عموم، این کمپانی با 5 دیپارتمنت تقسیم میشه یا 5 بخش. بخش اول کستومر سرویس است. کستومر سرویس یا خدمات مشتریان، اینا معمولا درخواست مشتری ها را میگیرن، با مشتری صحبت میکنن، میشینن اولین بار وقتی که یک مشتری مراجعه کنه با آی اس پی، با آی اس پی میشینن امرای مشتری قرارداد میکنن، صحبت میکنن و تمام ضروریات مشتری اینا درک میکنن. بعد از او کستومر سرویس کار خود بر دیپارتمنت دیگه که به نام پلانینگ و پروویژنینگ یاد میشه. دیپارتمنت پلان است. اینا چی کار میکنن؟ با استفاده از ضروریاتی را که کستومر سرویس از مشتری ها گرفته، اینا بالای از اینا میشینن کار میکنن و بر از این پلان ایجاد میکنن و تمام تکنولوژی هایی که سرعتی که برای یک کستومر ضرورت است، کل از او چیزها را این دیپارتمنت پلان میکنن و بالایش کار میکنن. بخش دیگر یا دیپارتمنت دیگر از آی اس پی به نام آن سایت انستالیشن یاد میشن. وظیفه از این اشخاص ای است که برن به کستومر تمام وسایل را نصب کنن، در سایه کستومر برن کار کنن و مشکلات مشتری ها را حل کنن.
بخش دیگه از ISP به نام ناک یاد میشه یا Network Operation Center. معمولا این شبکه خود از ISP گفته میشه که داخل کمپانی ISP استفاده میشه. از طریق از این شبکه ISP میتونه که کستومرهای خود کنترل کنه، مشکلات از اونها را حل کنه و چک کنه که آیا سرعت و خدماتی را که برای مشتریان ISP ارائه میکنه آیا به صورت بهتر و مناسب است یا نه. وقتی کستومرها مشکل پیدا میکنن بعد از اینکه با ISP قرارداد کنن و از خدمات از ISP استفاده کنن، حالا با مشکل سرخوردن، یک سال دو سال تیر شد با مشکل سرخوردن، اینترنتشان قطع شد، اینترنتشان کار نمیکنه درست و همچنان سرعت میشه پایین باشه، وبسایتشان رو باز کردن نمیتونن، هر مشکل دیگه که وجود داشته باشن کستومرها میان به دیپارتمنت پنجمی مراجعه میکنن که به نام هلپ دسک یاد میشن. هلپ دسک کمک کننده از مشتریان است. هلپ دسک به لولهای مختلف تقسیم میشه یا به سطح مختلف. ای اشخاص معمولا به خاطر حل مشکلات مشتریان هستند که به سطح های مختلف میباشه. بعضیشان هستند که از راه دور میتونن مشکل یک مشتری را حل کنه، یعنی ریموت استاپ انجام میتن. بعضشان میرن واسه یک کستومر و مشکل صحیح بررسی میکنن، میتونن از نزدیک حل کنن. که ما با چپتر بعدی با جزئیاتی را میخوانیم. خب دست همینجا خلاص میشه. تشکر از توجهتون. عبدالله عزیزی هستم، رتبه علمی ما پوهنیار است، از کمپیوتر ساینس پانتون کابل فارغ شدیم، از لسانس در آیتی ماستر هستم و تزیس ماستری ما در تکنولوژی کلاود کمپیوتینگ است. محصلین عزیز و دوستان عزیز، اگر شما کدام مشکل پیدا میکنین یا به دست سوال دارین میتونین برای ما ایمیل بفرستین abdullah.azizi1368@gmail.com یا با شماره ما با تماس شوین و چینل ما سابسکرایب کنین. چینل ما برام بغلان یونیورسیتیز و تمامی ویدیوهای ما را میتونین از اینجا برای همیشه دریافت کنین. تشکر از توجهتون. خدا نگهدار.